دوستان عزیز، در این مورد خیلی زیاد صحبت کردیم. کدوم مورد؟ بحث ملیت و مذهب و منافع ملی. یه صحبتی از سردار دل هاست که باید گوش کنیم، خیلی مهمه. از اون صحبت هاست که به نظر من درست گوش داده نشده. واقعا جمهوری اسلامی داره برای اسلام کار میکنه یا برای ایران یا هر دوانه یا مسئله دیگه؟ واقعیت اینه ما یه کشوری داریم به اسم ایران که در طول این 1400 سال گذشته، البته از اول تاریخ، از زمان هخامنشیان و به هر حال تو هم هخامنشیان یونانی‌ها به ما حمله کردن، یک کشوری داریم به هر دلیل جغرافیایی و به هر دلیل تمدنی چشم طمع داشتن کشورهای دیگر به بخش جغرافیای ایران بزرگ. در یک دوره ما با باورهای میترائیست، در یک دوره با باورهای زرتشت، بعد حالا اسلام اومد و در هر دوره، حالا یه دورهی به نام علویان، یه دورهی حالا بعد دیگه این شیعه هم تکمیل شد دیگه، شیعه از اول به این شکل شیعه نبود تا زمان صفویه که دیگه اسمش اینا شد شیعه 12 امامی و شیعه 12 امامی جعفری. حالا در هر دوره‌ای با یک ایدئولوژی، شما نیازمند به ایدئولوژی هستی، شیعه یک ایدئولوژیه، ولی همین ایدئولوژی‌ها به اعتقاد حداقل من ملی‌گرا برای این بودن که ایران حفظ بشه، منافع جمعی مردم ایران که بهش میگی منافع ملی تأمین بشه. منافع ملی یک تعریف بالاتر از کل مردم ایران در یک مقطع زمانی یا یک نسل مشخصاً خاص زمانی هست. منافع ملی مربوط میشه به احترام به گذشتگان و حفظ دستاورد گذشتگان و نگاه به آیندگان. ببین شما الان آقای خامنه ای هی میگه آقا ما باید بریم به سمت اتمی شدن به خاطر تولید برق اتمی برای آیندگان. یعنی شما در هر نسلی که میای این آقا صبح پا میشی، صابونه میخوری، نهار میخوری، شام میخوری، حموم میکنی، کارهای عادی تو میکنی، نظافت شخصی، این که زندگیه که خب چیز بخش واجبات زندگی است. این 80-90 سالی که صبح پا میشی، صابونه میخوری، شام مثلا شام میخوری، میخوابی و این کارهای روزمره‌ت انجام میدی، 90 سال عمرت، 80 سال عمرت یا هر مقطعی که هست، باید یک دستاوردی برای آیندگانت داشته باشه. به این مجموعه میگن منافع ملی از نگاه من، و حفظ یک چارچوبه اون صلاحی که برای کل نسلی که داره زندگی میکنه و نسل آینده و احترام به یا حفظ دستاوردهای نسل گذشته. سردار سلیمانی صحبت هایی در همین چارچوب داره که به نظر من باید با دقت گوش کنیم. اجازه بدید. این رو همه بدانن، چون کسانی که امروز من در محضرشون هستم، چون کسانی که میشنون در جمهوری اسلامی هیچ اقدامی و تصمیمی به منصه ظهور نمیرسد مگر اینکه منافع ملی ایران مد نظر قرار میگیرد. دیدید؟ میگه در جمهوری اسلامی ما هیچ تصمیمی رو به مرحله اجرا نمیذاریم مگر اینکه منافع ملی ایران در نظر گرفته بشه. منافع ملی ایران. ببین اینجا بحث دین و مذهب بابا، این دیگه لعنتی سردار سلیمانی. حداقل اونایی که عاشقشن خوب گوش کنه. خیلی حرف سنگینی داره میزنه. میگه در جمهوری اسلامی هیچ تصمیمی گرفته نمیشه مگر اینکه منافع ملی ایران در نظر گرفته بشه. گوش کن. مگر اینکه منافع ملی ایران مد نظر قرار میگیرد. بعضی ها ندانسته تشکیک میکنند در افکار مردم از اقدامات نظام در دفاع از عالم اسلامی. نمیشود اونها را امروز شکاف. ببین میگه که بعضی ها میگن شلوغ میکنن که آقا شما به خاطر بحث اسلام دارید در مملکت اسلامی مثلا میدید منافع ملی رو اونجا هدر میدید. میگه من نمیتونم، نمیشه امروز خیلی بحثا رو شکافت. خیلی راست میگه، بحث عمیقه. میگه همه رو نمیشه شکافت. حالا ادامه شو. اما در وقتش میتوان اینها را بازگو کرد و گفت. اما در وقتش میشه بازگو کرد. این که ما تو سوریه اینا رفتیم، ظاهر اینه که خیلی ها میگن به خاطر مثلا حرم رفتیم و فلان و اینا، میگه نمیشه خیلی چیزا رو باز کرد الان، ولی در وقتش میشه بازگو کرد. یعنی چی؟ یعنی امروز وقتش نیست که خیلی چیزا رو بگیم. واقعا اتوماتیسم تاریخی که جمهوری اسلامی داره بزرگ بازگشت میکنه به مرزهای تمدنی ایران بزرگ، و نمیشه خیلی علنی فرماندهان ایران بگن. و تاریخ پیرامون اون قضاوت جدی خواهد کرد. خیلی حرف سنگینه. میگه تاریخ باید بزنیم، تاریخ قضاوت میکنه چی کار داریم میکنیم. اما با اطمینان میگم به عنوان فرزند شما، به عنوان سرباز
مقام معظم رهبری به این ملت در این میدان عرض میکنم که هیچ تصمیمی از نظام بدون منافع ملی در هیچ کجا به مورد اجرا گذاشته نمیشد، مگر منافع ملی در صدر اون هست. دقت کردی؟ میگه تاریخ قضاوت میکنه ولی دارم باز بهتون تاکید میکنم هیچ تصمیمی در هیچ جای جهان، از جمله منظور سوریه است دیگه، اون موقع بحث سوریه بود، میگه انجام نمیشه مگر که منافع ملی ایران در نظر گرفته، یعنی منافع ملی ایران ربط مستقیم به حضور در سوریه داره. که گفتم در آینده دانشگاه ها باید این فعالیت ایران در سوریه رو اصلا به عنوان یک رشته تحصیلی بذارن در چارچوب استراتژیک و چارچوب حفظ منافع ملی یا تأمین منافع ملی. اسلام هم به حمایت از اسلام هم جزء منافع ملی است، ما بدون اتکاب خیلی فوق‌العاده ای اصلا مو تن آدم سیخ میشه، میگه آقا حمایت ما از اسلام هم به خاطر منافع ملی است. دقت کن کل اسلام و اینا رو ذیل منافع ملی و بحث ملی‌گرایی میاره سردار سلیمانی. حالا شما بگید میخواد تحریف کنه امیدوار اینا، صحبتاش مشخصه، من ساعت‌ها صحبت‌های سردار سلیمانی آقای خامنه‌ای دارم گوش میکنم، روح حرف مشخصه، البته تاریخ هم مشخصه، کارهای و اعمالشون هم مشخصه. انسان نیاز به ایدئولوژی داره، ولی داره میگه این ایدئولوژی در خدمت منافع ملیه، نه منافع ملی و ایران در خدمت ایدئولوژی. دقت کن نمیشد مگر منافع ملی در صدر اون هست. اسلام هم به حمایت از اسلام هم جزء منافع ملی است، ما بدون اتکاب اسلام نمیتوانستیم این قدرت مقاومت را داشته باشیم. بابا خب خدای راست میگه، تو با سکولاریسم یا حتی زرتشتی که به هر حال در طول تاریخ به هر حال به سمت یه استیصال واقعا اون بخش جنگاوری از نظر اون ایزد ورهرام و یه بخشی داریم تو اوستا ورهرام گشت، خب اون ایزد ورهرام و جنگندگی زرتشتی ها در طول تاریخ اولا کمرنگ شده. واقعا اگر شما مثلا با سکولاریسم، دموکراسی، حقوق بشر، زرتشت دیگه، زرتشت که خودم زرتشتی هم دیگه لعنتی، با اینا که نمیتونی الان دیگه اون قدرت رو ایجاد کنی در برابر ابرقدرتی چون آمریکا وایسی، در برابر اسرائیل وایسی. داره میگه حمایت ما از اسلام اینا بابت منافع ملی، اگر این حمایت از اسلام نبود ما این توانایی رو نداشتیم وایسیم جلوی دشمن. حتی اسلام ایشون منظور شیعه است که شیعه خودش دوباره همون ناسیونالیسم ایرانیه، اینا که بحثی نداریم. اینجا خیلی صحبتاش خیلی فنیه، بدون منافع ملی در هیچ کجا به مورد اجرا گذاشته نمیشد، مگر منافع ملی در صدر اون هست. اسلام هم به حمایت از اسلام هم جزء منافع ملی است، ما بدون اتکاب اسلام نمیتوانستیم این قدرت مقاومت را داشته باشیم. خوشت میاد یا بدت میاد واقعیت خالص رو داری میگه، اگه اتکاب شیعه نبود نمیتونستن مقاومت. آقا ما همین رو فهمیدیم، فتیله رو کشیدیم پایین دیگه، لعنتی. اگر من که تو اون کانتکس ته داستان دشمنی با مذهب بودم که من معنی این شیعه رو داره کمک میکنه، اگه اصلا این شیعه نباشه چجوری میخواستیم ما جلوی این همه عبر قدرت ویسیم. یه بار دیگه صحبتاشون رو بدینی که من دخالت کنم وسطش، گوش کنیم. من در محضرشون هستم چون کسانی که میشنون در جمهوری اسلامی هیچ اقدامی و تصمیمی به منصه ظهور نمی رسد مگر اینکه منافع ملی ایران مد نظر قرار می گیرد. بعضی ها ندانسته تشکیک می کنند در افکار مردم از اقدامات نظام در دفاع از عالم اسلامی، نمی شود اونها را امروز شکافت، اما در وقتش میتوان اینها را بازگو کرد و گفت و تاریخ پیرامون اون قضاوت جدی خواهد کرد. اما با اطمینان میگم به عنوان فرزند شما، به عنوان سرباز مقام معظم رهبری به این ملت در این میدان عرض میکنم که هیچ تصمیمی از نظام بدون منافع ملی در هیچ کجا به مورد اجرا گذاشته نمیشد، مگر منافع ملی در صدر اون هست. منافع ملی در صدره. اسلام هم به حمایت از اسلام هم جزء منافع ملی، حمایت از اسلام هم جزی از منافع ملیه. وقتی میگم آقا بحث تمدنی و ملیگرایی در صدر هر چیزیست، دیگه سردار سلیمانی داره میگه.
نیست. ما بدون اتکا به اسلام نمیتوانستیم این قدرت مقاومت را داشته باشیم. خیلی نکته مهمیه صحبتاش. به نظر من این چند جمله یه بحث بسیار، اولا که خاک بر سر کسایی بکنم که ضد این نازنین مرد واقعا چطور روتون میشه مثلا برگردید به سردار سلیمانی توهین کنید. این تک تک کسایی که به سردار سلیمانی به هر شکلی توهین کردن، اینا مطمئن باشن بچه پدر مادرشون نیستن. این زن‌آزاده ترین آدم ها کسانی هستن که به بزرگانی چون همچون سردار سلیمانی رو نشناسن. ببینید خدا کجا دست آدم میگیره؟ یه آدمی رو مثل سلیمانی رو در زمانی که ما زندگی میکنیم به وجود میاره؟ این آدم انقدر قطنمای روشنیه برای اون جبهه حق و باطل که اصلا تو اصلا حرفاش هم نفهمی. یکی از آقا میگه من سوادشو امید ندارم، تو رفتی مثلا ریاضت کشیدی، مطالعه کردی، عمیق شدی، فهمیدی، من سوادشو ندارم، ولی آقا این سلیمانی رو میبینم کنارشم، اصلا بدونی که برنامه تو رو دیده باشم امید. خیلی حرفا، بدونی که اصلا برنامه ما رو دیده باشه. یه آدمی سردار سلیمانی، اصلا خیلی‌ها نمیدونن، سوادشو ندارن که این چیکار کرده. شخصیت اینجا ارتباط دلی به وجود میاره. بعضی از شخصیت‌ها، بعضی از ابر انسان‌ها همچون سردار سلیمانی، اینا یک تولید انرژی می‌کنن. ببینید که اصلا سواد سیاسی داشته باشی. بهت میگم آقا سلیمانی درسته یا غلطی میگی، من نمی‌دونم، چیزی رو سواد ندارم، ولی می‌دونم کار سلیمانی درسته. این یعنی اینکه خدا هواتو داره. یعنی خدا دستتو گرفته دیگه، تو رو آورده تو جبهه حق. اونایی که حتی شاید سواد هم داشته باشه، یارو استاد دانشگاه باشه مثلا این خاک برس از زیبا کلام، ضد سردار سلیمانی باشن. اینا یعنی چی؟ یعنی خدا اینا رو توف کرده. خیلی نکته بحث ظریفیه. یعنی سردار سلیمانی معیار حق و باطل دیگه. اگه تو به هر شکلی با هر نگاهی پشت سردار سلیمانی وایسادی، بالاخره در یک جایی در جبهه حق تونستی یه جبهه‌ای رو برای خودت، یه جایگاهی برای خودت ترسیم کنی. و واقعا شرم‌آور برای این اپوزیسیون، ولی موضوع برنامه من این نیست. موضوع برنامه من همین بحثی بود که منافع ملی ببین چه جایگاه رفیعی داره که ایشون سردار سلیمانی میگه آقا حمایت از اسلامم جزئی از منافع، جزئی از منافع ملیه. من در همین چارچوب یه برنامه دیگه امروز دارم، یه مقدار میخوایم در مورد دیسکورس ها یا گفتمان ها بیشتر صحبت کنیم. چرا گفتمان ملی در رأسه، بقیه چیزا زیل مسئله. و این نکته خیلی نکته مهمیه. جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بنابر گفته شخصیت دوم مملکت سردار سلیمانی که بعد از آقای خامنه‌ای شخصیت دوم ایران بود، ایشون بنابر گفته ایشون در جمهوری اسلامی که یکی ایشون بزرگترین تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی بعد از آقای خامنه‌ای، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه مگر اینکه منافع ملی اونجا تامین نشه، در چارچوب منافع ملی باشه. و حتی اگر بحث اسلامی و گفتمان اسلامی هم این نظام داره، جزئی از منافع ملیه و درست داره میگه. شیعه امروز جزئی از منافع ملیه. شما با قربونت برم و رقص بابا کرم و اینجور چیزا که نمیتونی بری جلوی مثلا داعش وایسی. اینا واقعیت هاست. یه ایدئولوژی باید داشته باشی. و شیعه یک ایدئولوژی آریایی ایرانیه که حالا یک روکش اسلامی بهش خورده. حالا بحث سنگینیه واردش نمیشی. به هر حال اصلا همون اسلام هر چی می‌خوایم بگیم، اسلام ناب مهم، به هر حال یک ایدئولوژیه که در خدمت منافع ملی ایران با هر نگاهی که می‌خوای بهش نگاه کنی. و این صحبت سردار سلیمانی بسیار سنگینه و تفلک میگه نمیشه خیلی قضايا رو باز کرد، ولی تاریخ قضاوت میکنه. و آقای سلیمانی شما انقدر در جایگاه روشنی بودی که اصلا دیگه به تاریخ دیگه اصلا نمیرسه. شما جزء معدود افرادی هستی که در حالت همه تونستن به درستی شما رو قضاوت کنن و شما یک جایگاهی پیدا کردی در تاریخ ایران که هیچ کس نمیتونه حداقل در تاریخ چند قرن گذشته ایران بتونه به جایگاه سردار سلیمانی برسه. هیچ کس. یعنی سردار سلیمانی باید در یک جایگاهی قرار بگیره که نقد به ایشون هم حتی دیگه مجازات داشته باشه. یک جبهه شما اینی که من دارم میگم آقا این که اصلا درست نیست، همه قابل نقدن. بله همه قابل نقدن، همه، خداش هم قابل نقده، ولی در هر جامعه ای یک فردی که فوق ملی است و توانسته برای اون کشور زحمات بسیاری بکشه در یک حاشیه امن نقد قرار میگیره. در همون آمریکا شما اسب جورج واشنگتن رو برو نقد کن ببین چیکارت میکنن، اسبش هم نمیتونی نقد جدی بکنی. در اروپا یک سری بحثه چون در چارچوب بحث امنیتیشون و اینا قرار داره، به مانند بحث هولوکاست و به مانند بحث جنگ جهانی دوم، اینو بردن در یک حاشیه امن نقد. یعنی شما نمیتونی هر چیزی دلت میخواد در مورد جنگ جهانی دوم بگی. در ایران هم سردار سلیمانی باید یک چنین جایگاهی داشته باشه. هر کسی هر چی دلش بخواد نمیتونه در مورد یک ابر انسانی چون سردار سلیمانی بگه. به هر حال دمتون گرم، این برنامه رو میبندم.
بسیار سپاسگزارم که توجه کردید و خوشا به حال کسانی که در زمان زنده بودن سردار سلیمانی یا حتی پس از فوت ایشون فهمیدن ایشون جایگاهش چیه و در جبهه حق، یعنی خود حتی شهید خود تو زمانی که زنده بود که کلی ایرانی ها رو نجات داد آورد تو جبهه حق، منش زندگیش خیلی ها رو آورد به جبهه حق و پس از برها شهادتشون هم خود شهید سلیمانی هم خیلی ها رو تونست از منجلاب جبهه بر حال باطل نجات بده و بیاره به جبهه حق. و کسانی هم که اگر الان به این حرفای من میخندن و ضد سردار سلیمانی هن، شما ها دیگه خدا زلتتون، خدا دیگه رهاتون کرده، به نظر من خودتون برید یه جا خودتون رو خلاص بکنید حداقل که کمتر بار گناهاتون رو بخواید بکشید. پاینده ایران و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.